این تصویر رو با هم ببینیم اسلام در سال 26 پر طرفدار ترین دین در جهان خواهد شد خط وسطی که دارید توی این نمودار میبینید 32 درصد اجمالی یعنی در واقع مجموع مقداریه که بر اثر افزایش جمعیت از طریق زاد و ولد انسان ها زیاد میشن که 32 درصد هست اسلام در حال حاضر رشدش مثبت 70 درصد هست یعنی دینی که 32 درصد رشد داشته باشه به این معناست که این دین داره کسی رو از دست نمیده همه معتقدان به اون دین دارن به همون دین میمونن پس 32 درصد داره رشد میکنه در نمودار که میایم پایین میبینیم مسیحیت در حال حاضر 34 درصد داره رشد میکنه اسلام 70 درصد مسیحیت 34 درصد و بعد ادیان باقی دارن رشد منفی میکنن در واقع به اندازه که زاد و ولد میکنن هم به دین اونها نمی یعنی فرزندانی که پدر و مادرهای هندوز دارن اونها هم هندو نمیشند یهودی ها پانزده درصد سایر ادیان ادیان کوچیک و در واقع ملی 5 درصد آتیست ها فقط سه درصد و همینطور که میبینید و دین های دیگه مثل بودایی ها که دارن همینطوری با زاد و ولد هم دارن کم میشن پس ما اسلام رو داریم که تا سال بیست شست دین اول برتر جهان خواهد بود به خاطر اینکه عده بسیاری به اسلام روی میارن و در اکثر کشورهای اسلامی هم کسی از اسلام خارج نمیشه یا درصدش بسیار کم هست بریم سراغ ایران خودمون اینجا گمان گروه مطالعات افکار سنجی ایرانیان هست یک مؤسسه مستقل در هلند که توضیح داده که چند درصد از ایرانیان خودشون رو مسلمان میدونند این آماری که دارید میبینید آمار کشور ایران در حال حاضر هست فقط 32 درصد از مردم ایران طبق این نظرسنجی خودشون رو مسلمان شیعه میدونند فقط سی و درصد من به شما میگم حتی طبق باورهای خود حوزه همین سی درصد هم مسلمان شیعه نیستن به چه علت؟ به دلیل اینکه ما در خود همین آمار داریم کسانی که به مثلا مهدی موعود امام دوازدهم امام غیب شده معتقد هستند فقط 25 درصد هستن اگر من تصویر رو بتونم براتون سری آمار رو براتون پیدا کنم فقط کسانی که به مهدی موعود معتقد هستند به ظهور مهدی معتقد هستند ببینیم این آمار رو آمار مؤسسه گمان هست مؤسسه اهل سنت هم نیست مؤسسه دین خاصی هم نیست نظر سنجی کرده از مردم ایران فقط 25 درصد 25 و دهم درصد از مردم ایران به ظهور منجی معتقد موندن یعنی بر اساس باورهای حوزه فقط 25 درصد از مردم ایران در حال حاضر شیعه مذهب هستند که این رو خرگزاری مختلف هم منتشر کردند